سلام دوستان، احمد رضا هستم از سری آموزش‌های پرشی انبال. استپ بای استپ تا حرفه‌ای شدن فریستایل رو می‌خوایم با هم دیگه کار بکنیم، پس حتما با من همراه باشید. می‌خوام رو پای زدن صحیح رو به شما آموزش بدم و استپ به استپ، نقطه به نقطه نکات مهم رو به شما میگم که امیدوارم شما بتونید رو پای رو به خوبی اجرا بکنید. اولین آموزش رو پای زدن هست، بسیار بسیار مهم، چون پایه تمامی حرکات هست. چه اگر فوتبالیست هستی، چه اگر فریستایل هستی، بسیار مورد نیاز هستش که خوب و درست یادش بگیرید. در فوتبال کنترل بسیار مهم است. در فریستایل بیسیک تمام حرکات هست، یعنی اولین حرکتی که باید یاد بگیرید روپایی است. چرا؟ چون تمام حرکات بعدی وابسته به روپایی هست. در روپایی زدن چند تا چیز خیلی مهمه. اول باید بدونیم روپایی زدن صحیح به چه شکل هست. این روپایی به نظر شما صحیح هست یا این روپایی به نظر شما صحیح هست؟ من در هر دو حاله دارم روپایی میزنم، تو بالا هست، ولی به نظر شما کدوم صحیح است؟ بله، اولی صحیح است. این چرا؟ چه چیزی باعث شده که شما بگید این درست هست؟ چون که منظم دارم اجرا میکنم، یک ارتفاع داره، سمت چپ سمت راست نمیره، پس منظم اجرا کردن بسیار مهمه. و نکته بعدی، من بر روی توپ کنترل دارم، نه توپ روی من. این نکته بسیار مهمه. یعنی من میگم توپ اینجا باید باشه، یا من میگم اینجا باشه، یا میگم سر جا باشه، ولی اگر اینطوری رو پای بزنی، بله ممکنه توپ رو هوا داری نگه میداری، ولی توپ داره شما رو کنترل میکنه و استایل بسیار بدی هست و نمیتونی حرکات بعدی رو به راحتی اجرا بکنی. پس اگر میخواهید خوب روپایی بزنید، باید منظم بزنید. چند مدل تمرین میگم، پس با من همراه باشید. در روپایی زدن باید اول ببینید رکوردتون چند تاست. یه دونه یا دو تا یا سه تا میتونید بزنید که من بهش میگم آماتور. اگر میتونید 10 تا یا 20 تا بزنید ولی با استایل اشتباه نامنظم، حالت متوسط. و برای حرفه‌ای شدن باید بتونید روپایی منظم بزنید. اول از همه بهتون پیشنهاد میکنم یه رکورد از خودتون بگیرید، ببین یه دونه بیشتر میتونید بزنید یا دو تا میتونید بزنید، یا نه یهو دیدی میتونی 5 تا بزنی توپ رو هوا نگه میداری، یا اینکه اصلا میتونی 20 تا بزنی ولی باز توپ داری و اونور میره، یا اینکه نه خیلی راحت دادی به این شکل اجرا میکنی. باید به جزئیات توجه بکنید. جزئیات چی هست؟ یکی که مچ پاتون هست، مچ پاتون رو نباید شل نگه بدارید، یک مقدار سفتش بکنید و کله جلوی پاتون رو بدید بالا و به این سبک باید روپایی بزنید. پاتون رو هیچ وقت نباید بیارید بالا، به سبکی که این پایین هست باید اجرا بکنید. و نکته بعدی که میتونید روی کنترل شما بر روی توپ تأثیر بذاره، این هست که سینه‌تون عقب نباشه، یعنی اینطوری روپایی نزنید، سینه در حد 10 درجه بیاد به سمت جلو و روی توپ کاملا تمرکز داشته باشید. یعنی به این شکل، این طرز صحیح روپایی هست. سینه باز نباشه، پا بالا نیاد، پا پایینه، هر وقت توپ پایین اومد به توپ ضربه میزنید به این شکل و سینه‌تون هم یک مقدار، نه زیاد، یک مقدار میاد جلو که روی توپ تسلط داشته باشید. و یه نکته بسیار مهمی بهتون بگم، همیشه رکورد بگیرید. رکورد گیری میتونه بهتون انگیزه بده. به عنوان مثلا امروز من 30 تا سالم زدم، فردا میشه 33 تا، یهو از 33 میپره به 50 تا. یعنی اگر تمرین بکنید یکی یکی نمیرید بالا، ممکنه تصاعدی رکوردتون بالا بره، پس این میتونه خیلی کمکتون کنه.
اگر میتونی یکی یا دو تا بزنی یا نهایت سه تا بزنی تو بدین خور زمین، شما آماتور هستی. پس این تمرینی که میگم رو باید انجام بدی. توپ رو میندازی روی زمین، یک بار ضربه میزن، یک بار ضربه میزن، یک بار. نه باید زیاد تکون بخوری، سعی باید بکنی زیاد تکون نخوری، ولی یک بار ضربه بزن، یه بار راست یه بار چپ، یه بار راست یه بار چپ. این رو اجرا بکن روزانه، یک ساعت وقت بذار، بعد از یک هفته امیدوارم پیشرفت بکنی. برای دوستانی که رسیدن به مرحله متوسط یا متوسط هستن، یعنی چی؟ یعنی 10 تا روپایی ممکنه اجرا بکنن ولی کج و کله، چپ میره راست میره، منظم نیست، این تمرین رو حتما انجام بدید. توپتون رو روی دست نگه دارید، ول کنید، با روی پا ضربه بزنید، با روی پا ضربه بزنید، با روی پا ضربه بزنید، چپ ضربه بزنید، راست. نکته‌ای که باید توجه کنید، توپ باید صاف بیاد بالا، این نشه. صاف، سینه صاف، توپو بگیر، توپو بگیر. همینطوری اجرا بکنی. یه مقدار حرفه‌ای شدی میتونی دو تا ضربه بزنی یا سه تا ضربه بزنی. بعد اینکه یه مقدار دیگه راحت میشه بکنش 5 تا. و پنجمی روی دستت بگی. بعدش یه روی دست نگی. سعی کن رکورد بزنی. مثلا اگر رکورد شما 20 تا نامنظم است، سعی کن حداقل 10 تا منظم اجرا بکنی پشت هم. اگر اشتباه کردی دوباره از اول اجراش بکنی تا برسی نزدیک به مرحله حرفه. توپی که استفاده میکنم توپ پریشنبال است، همینطور کفشی که دیدید کفش پیشنبال هست که از متریال خاصی استفاده شده که میتونه پیشرفت شما رو سریعتر بکنه. بسیار سبک است که دیرتر شما خسته میشید و متریالی استفاده شده که توپ لیز نخوره و میتونه به شما کمک بکنه که سریعتر یاد بگیرید. حتما تمرین کنید و پیشرفت خواهید کرد. اگر روپایتون صد شد حتما بهتون پیشنهاد میکنم ویدیو بعدی که سمت راست من هست رو کلیک بکنید که آموزش اراوند ورد هست. الان موقع این هستش که اراوند ورد رو یاد بگیرید. پس با من همراه باشید. زنگ دادم بزنید که اگر ویدیو بعدی آپلود شد حتما شما باخبر بشید. ویدیو بعدی میبینمتون.